وقوع زمین لرزه های پیاپی در ولسوالی زندجان هرات در کنار تلفات جانی گسترده، خسارات هنگفت مالی نیز در مرکز و ولسوالی های هرات به جا گذاشته است. به دنبال وقوع این زمین لرزه ها بسیاری خانه هایشان را از دست داده و در این شب و روزهای سرد بدون سرپناه هستند. ما 15 نفر بودیم، 5 نفر ما رفت، 10 نفر دیگه ما مانده. نیاز به همی داریم که نی خانه داریم، نی جا داریم، هیچ نداریم. از امارت اسلامی ما درخواست میکنید که خانه و جا برای ما بده، هیچ ما نداره. هر چی داشتیم همه رفت زیر خاک. تقاضا ما اینه که یک جای با ما یک دو خونه بدید که ما سرپناه باشه، که ما یک زمستون میایم یک طفل خورد خود ما میشه خود باتن تیر کن. امی یک لغمه نون که خدا جب نرسی ما که بود داشته باشه یک گشنگی طفلامو نمار. در حالی که بسیاری از شهروندان هرات در دو هفته اخیر خانه و کاشانه ایشان را از دست داده اند، تلاش ها برای امداد رسانی و کمک به متضررین جریان دارد، اما به باور بسیاری ها این کمک ها تا کنون کافی نبوده و نیاز است تا تلاش های بیشتری برای کمک به نیازمندان صورت بگیرد. بعد تا امکان اگر ما احتیاج اضافه تر داریم، کمپل داریم، پتو داریم یا خیمه چیزی داریم یا مواد غذایی داریم، به کسایی که هیچی در دسترس ندارن و آدم های فقیر و تهی دست هستن کمک بکنیم، همیاری بکنیم و دست از اونار بفشاریم تا به امید خدا ان شاء الله تعالی این مرحله رو به خیر، خوشی و سلامتی پشت سر بگذاریم. با این حال مولوی نصر احمد الیاس سخنگوی والی هرات میگوید که پس از سروی مقدماتی، کار ساخت شهرک مسکونی برای زلزله زدگان در ولسوالی زندجان امروز آغاز شده و تا آغاز فصل زمستان تکمیل و به بهره برداری سپرده می شود. امارت اسلامی افغانستان با همکاری نهادهای خیریه، مردم خیری عزیز افغانستان در نظر دارد که 2146 خانه مسکونی را برای مردم متضرر در ولسوالی زندجان بسازد و همچنان تلاش بر ای هست که تا فرا رسیدن فصل زمستان کارساخت این خانه ها تکمیل شود. بر اساس آمارها بیش از 1500 خانه مسکونی در پی وقوع زمین لرزه های اخیر در هرات به صورت کلی تخریب شده است.